با درود به شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون های آیدیا، این اندیشکده جهانی. امروز سه‌شنبه 8 تیر 2580 شاهنشاهی برابر با 29 ژوئن 2021 میلادی. در برنامه دیگر با نام در پناه قانون در خدمت شما هستیم، همراه با کارشناس برنامه جناب کیارش هوشمند، حقوقدان، و سعی داریم در این برنامه به مسائل از گذشته تا به حال کنکاشی داشته باشیم در اطراف و اکناف مسائل حقوقی. کیارش جان، درود داشته باشیم به بینندگان تا برنامه رو شروع کنیم. درود بر شما جناب کنگرلو، درود بر تمام هممیهنانم هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینند، و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه میتونم از این طریق با هممیهنانم در ارتباط باشم و روی ماه شما رو ببینم. قربان، سپاسگزارم. در این سلسله برای حقوقی ما، همونطور که خدمتتون عرض کردم، با استفاده از این کارشناس سعی داریم که مسائل رو برای شما روشن‌تر کنیم، و در کامنت هاتون میتونید سوالاتون رو بذارید، ما تمام کامنت ها رو نگاه میکنیم و در برنامه آینده، اگر نتونیم در این برنامه، در برنامه آینده خدمتتون توضیح لازم رو خواهیم داد. سیروس کنگرلو هستم و مفتخرم که با برنامه پربار دیگری از در پناه قانون به همراه کارشناس برنامه‌مون در خدمت شما باشیم. بسیار خوب، پرسش ها رو با موضوع عدلی نوین آغاز میکنیم. کیارشان، این مسئله و این کلیدواژه برای مردم زیاد مشخص نیست، حداقل برای عده زیادی. در ابتدا به همین دلیل میخواستم ازتون بخوام که برای بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون های آیدیا ما در سراسر جهان توضیح بده که این تاریخچه عدلی اصلا از کجا میاد. از شما میشنویم. عرض شود که متعاقب انقلاب مشروطه در مرداد ماه 1285 تحولات بنیادینی در ایران آغاز میشه و یکی از این تحولات تشکیل شورای ملی یا مجلس و شکل گرفتن عدلیه. مرحوم حسن پیرنیا که خودشون در روسیه آن زمان حقوق خوانده بودند، به وزارت دادگستری میرسند و در سال 1287 کمیسیون تنقیح قوانین رو تشکیل میدن. وظیفه این کمیسیون تدوین قوانین جدید و روزآمد یا همون up to date از طریق ترجمه قوانین خارجی بود. در شهریور ماه 1293 اداره تنقیح قوانین قانون اصول تشکیلات عدلیه رو به تصویب خودش می‌رسوند. طبق این قانون وکلا موظف میشن برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت بدن و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت. امتحان هم بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسه انجام میشه و کمیسیون مجبور میشه که دایره ویژه‌ای رو برای این مهم تشکیل بده. این مسئله موجب نارضایتی مدعیان وکالت در اون زمان میشه، افرادی که بعضن ادعا می کردن که ما وکیل هستیم، وکیل به عنوان فقهی خودش، نه به معنای حقوقی امروزی که ما می شنویم. و می دونیم که در معنای فقهی هر شخصی می تونه به هر شخصی که دلش می خواد وکالت. اینجا اولین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلا شکل می گیره که این در واقع این مهم هست که وزیر دادگستری در صورتی که صلاح بدونه اقدام به تمدید پروانه وکلا. اعتراضات وکلا تا سال 1296 ادامه پیدا میکنه و در زمان وزارت مرحوم ممتاز الدوله آیین نامه جدیدی در 20 ماده تصویب میشه و
میشه گفت که یک جورایی وکلا رضایت رو کسب میکنن. اما کمیسیونی که گفتم کماکان موظف هست که تحقیق بکنه و ببینه که این افرادی که اومدن در دیانت، امانت، شرافت و پاکدامنی آیا صلاحیت وکیل شدن رو دارن یا نه. به هر روی طبق ماده 19 این آیین نامه وکلا همچنان جزی از دادگستری به حساب میشن. زمانی که نصرت الدوله وزارت دادگستری رو به عهده میگیره، ماده 3 این آیین نامه رو اصلاح میکنه و در واقع این ماده وکلا رو مطیع وزیر دادگستری میدونه و حق دفاع از ترس تمدید نشدن پروانه از بین رفته بود. زمانی که رخداد تاریخی سوم اسفند ماه و تغییرات سیاسی در جمعه اون روز شکل میگیره، وکلای دادگستری در تیر ماه سال 1300، 100 سال پیش از این، هیئت مدیره 6 نفره ای رو انتخاب میکنن و درخواست های صنفی خودشون رو طی 5 ماده به اطلاع وزیر دادگستری. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت میکنه و در تیر ماه 1300 میشه گفت که تیر ماه 1300 سرآغاز حرکت به نتیجه رسیدن مطالبات صنفی وکلا. این وضع تا آبان ماه 1304 و انتقال حکومت به صورت رسمی از قاجاریه به پهلوی ادامه پیدا میکنه، تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری میاد. مرحوم داور خودشون عضو عدلیه و دادگستری دیگه الان بودند و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خودشون به سوئیس سفر میکنه. زمانی که به ایران باز می‌گردند در شهریور 1300، جناب داور تصدیق‌نامه وکالتشون رو گرفته بود. مرحوم علی اکبر خان داور با ذهنیتی که از دادگستری اروپا در زمان تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه‌ای رو برای ایجاد عدلیه نوین از رضا شاه کبیر در بهمن ماه 1305 اخذ می‌کنند و در خرداد ماه 1306 به مدت 4 ماه باید این عدلیه نوین به ثمر برسد. در اینجا هست که در واقع وکلا به 3 دسته وکلای رسمی، موقت و اتفاقی تقسیم میشه و وکلای رسمی همون وکلای پایه 1 بودن، کسایی که از عهده امتحانات برمیان و تصدیق نامه وکالت. مرحوم داور ماده 150 اصول تشکیلات عدلیه رو برابر اون اختیارنامه‌ای که داشته تصویب میکنه که این ماده میشه سنگ بنای استقلال کانون یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص صنف خودش. به حال جامعه وکالت 6 نفر رو به عنوان اعضای کمیسیون تعیین میکنن، به وزارت عدلیه معرفی میکنن. این 6 نفر جلال الدین خان نهاوندی، علی اصفر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی هستند. این هیئت در تیر ماه 1309 علاوه بر اینکه استقلال ضمنی رو برای وکلا به ارمغان میارن، مقدمات تشکیل کانون وکلا رو هم فراهم کنه. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای به عنوان اداره احصائیه امور قضایی وزارت عدلیه و سرپرست این اداره هم مرحوم داوود پیر مرحوم بله داوود پیرنیا بودن اداره میشد. در سه‌شنبه 20 آبان ماه 1309، دقت بکنید این تاریخ خیلی مهمه، اینی که میخوام بگم، در 20 آبان 1309 کانون وکلا رسما با حضور علی اکبر خان داور تشکیل میشه. متاسفانه بعد از خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تسلطی وزارت دارایی و بعد از اون خودکشی ایشون،
حامی اصلی کانون وکلا از بین میره، اما حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیئت مدیره از بین وکلا ادامه پیدا میکنه تا اینکه نهایتاً در بهمن ماه 1315 قانون وکالت تصویب میشه. استقلال کانون با تصویب این قانون انجام نمیشه، اما از نظر مالی وکلا مستقل از دولت و حکومت میشن و این خودش میشه مقدمه مبارزات بعدی، یعنی استقلال همه جانبه. و طبق ماده 20 این قانون، سرنوشت نهایی وکلا به دست هیئت مدیره ای سپرده میشه که دارای پروانه وکالت هست، ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت منصوب میشه. بعد ها ماده 55 این قانون به کمک وکلا میاد و حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتن در محاکم جلوگیری تا اینکه وقایع شهریور 1320 اتفاق میفته و بعد از اون که محمد مصدق کودتا میکنه در ایران و مجلس شورا رو منحل میکنه، در تاریخ 7 اسفند 1331 لایحه استقلال کانون وکلا رو در 23 ماده تنظیم میکنه و در 13 همون ماه یا حدود 6 روز بعد به کلیه محاکم ابلاغ. چرا حالا این دوتا تاریخ گفتم این تاریخ مهمه این تاریخ مهمه؟ برای اینکه میدونید که کانون وکلا جولانگاه افراد به اصطلاح مصدقی بود و اینها آمدن و گفتن استقلال کانون وکلا دستاورد محمد مصدق هست و 7 اسفند رو روز وکیل مدافع اعلام کرد، در صورتی که دیدیم که این تاریخ در واقع 20 آبان 1309 بود، یعنی 11 سال پیش از این. به هر روی وقتی که مصدق قدرت رو از دست میده در تاریخ 21/12/1331 هیئت مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب میشن، اولین هیئت مدیره منتخب وکلا. مرحوم سید هاشم وکیل اولین رئیس هیئت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری هست و وزارت عدلیه دیگه عملاً در کار انتخاب قانون، صدور پروانه و تمدید اون دخالتی نمیتونه داشته باشه. جالبه براتون بگم که مرحوم عمه مرحوم بهمن کشاورز اولین وکیل زن ایران هستند که در همین هیئت مدیره حضور دارند، یعنی در سال 1331 ما در کانون وکلای دادگستری یک نفر عضو زن داشت. با استقرار حکومت ارتشبد زاهدی، قوانینی که در زمان نخست وزیری محمد مصدق و در نبود قوه مقننه به صورت خودسرانه نوشته و ابلاغ شده بود مورد بازبینی مجلس سنا و مجلس شورای ملی قرار میگیره و نهایتاً در 24 خرداد ماه 1333 این لایحه قانونی تصویب میشه و در 5 اسفند ماه 1333 در کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی با قاطعیت با 89 ماده و 2 تبصره تصویب میشه و این رسما در تاریخ 21/1/1334 ابلاغ میشه. ببینید جناب کنگرلو، تمام این شرایط لازم بود برای اینکه وقتی میخوایم ادامه بدیم برسیم به اینکه چه اتفاقی میفته. در مخالفان عدلیه نوین چه کسانی بودند؟ افرادی مثل مدرس. چرا؟ چون در فقه میگه قضاوت کار امام معصومه و در نبود او جانشینان ولی امام معصوم میتوانند امر قضاوت رو انجام بدن.
اینها این تیکه از فقه رو میگیرن، ولی اون قسمتی از فقه که میگه کار قضاوت کار رایگان هست و شخصی که داره قضاوت میکنه باید از بیت المال ارتزاق بکنه و نمیتونه درخواست حقوق بکنه در ازای انجام مسئله قضاوت، در واقع اون قسمت رو نادیده میگیرن و برای خودشون حقوق فراوانی رو مطالبه میکنن. این روند تا اینجا میاد تا شورش 1357. قربان اگر پرسشی هست من در خدمت. سپاسگزارم با توضیح جامع و موجزتون. و ولی پرسش دیگر من این هست که مقداری رو البته من شنیدم ولی میخوام به این سوال برسم که نحوه تشکیل عدلیه نوین و تربیت و فعالیت وکلای دادگستری به صورت ایدئال چگونه است و نحوه اجرای اون در ایران بعد از براندازی چگونه خواهد بود؟ اینو به این خاطر میگم که انجمن وکلا خیلی مؤثر بودن در ابتدای انقلاب ولی بعدها دیگه خاموش شد و ما چیزی ندیدیم. از شما میشنوم. متاسفانه جناب کنگرلو باید بگم که اتفاقی که بعد از شورش 57 میفته ایران رو مجدداً داره برمیگردونه به پیش از انقلاب مشروطه و مصائبی که صحبتش رفت بیشتر از این. اینکه عدلیه نوین چه صورتی باید داشته باشه، خب مشخصاً وقتی به کشورهای پیشرفته نگاه میکنیم قیف برعکس هست، یعنی وکلا میروند و بعد از مدت مدیدی وکالت کردن به شغل قضاوت میپردازند، در حالی که در کشور ما کاملا برعکس هست و قضات میان وکیل میشن و این خودش منشأ فساد در نظام قضایی کشور ما هست. این یک مورد. یک مورد دیگه مسئله استقلال وکلا و استقلال دادستان از قوه قضاییه و حکومت هست. چرا که دادستان مدعی العموم هست. وقتی که ما یک متهمی رو به دادگاه داریم میبریم، الان متاسفانه اون متهم تصور میکنه که کل حاکمیت در برابرش ایستاده. دادستان وابسته قوه قضاییه است، قوه قضاییه بدنه حکومته و وکیل رو هم که دارن میبرن رفته رفته زیر نظر قوه قضاییه، یعنی دو بال فرشته عدالت رو اینها دارند ازش میگیرن. قربان، در سال زمانی که مرحوم داور و مرحوم عرض میکنم به حضور شما که هاشم وکیل و اینها این اقدامات رو انجام میدادن، خب نظام شاهنشاهی پهلوی شما هم میدونید، بسیاری میدونند، بسیاری از اینها رو بورسیه کردن و به کشورهای پیشرفته مثل فرانسه، مثل سوئیس فرستادن که اینها تحصیل بکنند. از جمله این دانشجوها دایی من دکتر ناصر مهران بودند که به فرانسه رفتند و در اونجا دکترای بزهکاری اطفال گرفتند و سپس ایشون در ایران یکی از نخستین مستشاران دیوان عالی کشور، یعنی همون قاضی دیوان عالی کشور. اما وکلایی که از این سیستم آموزشی برخوردار شدند، دانشجوهای افرادی مثل مرحوم دکتر حسن امامی بودند که متاسفم بگم این عالم عالی قدر در فرانسه به خاک سپرده شدند. ببینید چقدر غریبانه است، چقدر درد داره. کسی که ما از ایشون به عنوان پدر علم حقوق در ایران یاد میکنیم باید در فرانسه به خاک سپرده شده باشه. این دانشجوها متاسفانه راه رو اشتباه رفتن. میخوام از استاد عزیزم مرحوم دکتر استاد ناصر کاتوزیان، پروفسور ناصر کاتوزیان، یک خاطره رو بگم از کتاب از کجا آمده ام که شرح زندگی ایشون بود و ایشون میگن که یک روزی پرونده‌ای به من ارجاع شد که یک شخص روستایی آمده بود و از بنیاد پهلوی شکایت کرد و گفت اینها زمین من رو غصب کردن و مرحوم کاتوزیان
توی کتاب شرح میدن که چقدر تشویش مشوش میشن و هرچی فکر میکنن میبینن نمیتونن عدالت رو زیر پای بگذارن، رأی به خلعید بنیاد پهلوی میدن و میگن فردای اون روز منتظر بودم که به من بگن که از کار بیکار شدی و برو به منزلت و در خانه بنشین. اما ایشون سورپرایز میشن با اتفاقی که میفته و در واقع یک نامه تقدیرنامه از سوی وزارت دادگستری برای ایشون ارسال میشه و سپس شخص شاهنشاه آریامهر از ایشون تقدیر میکنند و به ایشون میگن که تا زمانی که افرادی مثل شما هستند ما امید داریم که فساد در نظام قضایی کشور راه پیدا نکنه. ولیکن با روی کار آمدن نسل دوم، این نسل دوم فروهرها و حالا نمیدونم اسم ببرم یا نبرم، یه عده‌ای که به هر حال میدونیم کیا هستن، اینها رو ببرید این برنامه اوپن و باز برای همگان که یاد بگیرن. بله، سرکار خانم عبادی، اینها نسل دوم هستن، اینها به لطف نظام پهلوی تحصیلات میکنن، به سمت‌های قضایی دست پیدا میکنن و بعد پیرو محمد مصدق میشن و بعد طرفدار ائتلاف شوم سرخ و سیاه و انقلاب 57 و امروز هم همچنان بر اصلاحات و طبل اصلاحات میکنن. یکی از هدایای خانم عبادی به جامعه امروز ما نسرین ستوده است. نسرین ستوده‌ای که میتونم بگم زیاد جایگاه حقوقی در بین وکلا نداره و ما وکلا از ایشون به عنوان یک وکیل با سواد حقوقی یاد نمی کنیم. ایشون بیشتر کار سیاسی می کنه و دیدم در کامنت ها یک بند خدایی نوشته بود چرا به نسرین ستوده می تازی؟ برای اینکه من نسرین ستوده رو از سال 84 می شناسم. نسرین ستوده حب مقام داره. نسرین ستوده وکیل دادگستری نیست، نه اینکه نیست یعنی پروانه نداره، پروانه وکالت داره ایشون، ولی به خاطر اعمال حقوقی خودش در سمت وکیل به زندان نرفته. ایشون موارد اتهامیش موارد سیاسی هست، نمیتونیم بگیم پرونده سازی شده. ایشون زمانی که پروانه وکالتش تمدید شد توسط کانون وکلا و هزینه این تمدید رو مرحوم زکیزاده و جناب شاپور منوچهری نایب رئیس وقت هیئت مدیره کانون وکلا پرداختند، این که میگم هزینه رو پرداختند، این افراد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و در وزارت اطلاعات حدود 2 ماه اونجا بودن که پاسخ بدن که چرا پروانه این شخص رو تمدید کردن و چرا رأی دادگاه انقلاب رو نادیده گرفتن. اما اینها این کار رو کردن و در مقابلش این خانم چه کاری کرد؟ رفت در فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی نشست و گفت همکاران من حق کار رو از من گرفتن. کذب محض. من شاهد بودم که این خانم زمانی که تابلوی حق کار حق من است دستش گرفته بود، میکروفون به خودش میبست، جلوی در کانون وکلا میستاد، در روبروی در کانون وکلا آن طرف یک پراید صندوقدار سفید رنگ میستاد، 2 نفر در اون بودن، مکالمات رو با ایشون شنود میکردن و 2 مأمور وزارت اطلاعات نوبتی، یکی از 8 صبح تا 12 ظهر و یکی از 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر میومد با موتور دم در ورودی پارکینگ کانون وکلای مرکز می ایستادند و کافی بود وکیلی سخنی بگوید که به مزاق اینها خوش نیاد تا سرنوشتش با کرام الکاتبین باشه. در متعاقب شورش 1357 قربان، وکلا سعی کردند خب پشتیبان مردم باشه.
در این زمان هنوز کانون وکلا در گوشه ای از کاخ دادگستری مستقر هست و محل مستقلی نداره. اواخر بهمن ماه سال 57 خانواده همافرانی که زندانی شدند پس از ورود خمینی، این همافران زندانی شده بودند، به کانون وکلا میان و در آنجا به مدت 40 شبانه روز تحصن میکنند. همین زمان هست که شیخ صادق خلخالی، جلاد نامی جمهوری اسلامی، در روزنامه اطلاعات مصاحبه میکنه و میگه فقط کسانی که لال باشند میتونن وکیل داشته باشند. این جمله رو نقل قول میخوام بکنم، ایشون میگه اساسا آدم زنده وکیل نمیخواد. همزمان با این وقایع اعضای هیئت مدیره کانون وکلا بازداشت میشن و بعد پاکسازی میشن. این یکی از افرادی که پاکسازی میشه مرحوم حسن نزیه هست که ایشون ریاست کانون وکلا رو به عهده داره، بعد وزیر نفت میشن در دولت بازرگان، اما با پاکسازی ایشون از هر گونه فعالیتی محروم میشه. این اقدام ها در واقع زمینه ساز فقدان حضور یک هیئت مدیره در کانون وکلا میشه. قوه قضاییه هم که خب از دست خانواده تحصیل کرده و حقوقی خارج میشه و به دست یک عده افراد ستادی و تحصیلات حوزوی میفته. شما نگاه بکنید، ما داریم از قوه قضاییه صحبت میکنیم که سید ابراهیم رئیسی 19 ساله میشه دادستان کرج و همدان همزمان. خب این افراد ستادی با آدم هایی که تحصیلات حقوقی دارن، اینها نمیتونن با هم کنار بیان، چون ما از حقوق افراد صحبت میکنیم، اینها از فقه و از اسلام صحبت میکنن. و اگر به عمر نکبتبار جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، یک دونه از این رؤسای قوه قضاییه تحصیلات حقوقی نداشتن. حالا ممکنه بیان بگن بهشتی داشت، نه، بهشتی از همه اینها بدتر بود. یک فایل صوتی من دارم از بهشتی که داره میگه این وکلای فکل کرواتی، اینها سرسپرده غرب هستن و میخوان قانون غرب رو به ما حاکم بکنن، این چه حقوق دانی ها. بنابراین وکلای دادگستری میشن افراد بیگانه و غیر خودی و میدونیم که وکلا هیچ وقت توان اجرایی هم ندارن، اما قوه قضاییه این توان رو داره. در این زمان گودرز افتخار جهرمی با داشتن 21 منصب دیگه به عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب میشه و تا سال 76 این مقام برای ایشون باقی میمونه. ایشون الان در تشخیص مصلحت نظام جزو حقوقدانها هستند، در خبرگان هم هستند و چون وقت نداشته ایشون برای کانون وکلا قائم مقام تعیین میکنه. در این سال هست که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب میرسه و نهایتاً بعد از 20 سال دوره فترت مجدداً وکلا اقدام به تعیین هیئت مدیره از میان خودشون میکنن. اما این انتخاب یک تفاوت فاحش، شاید بهتره بگم افحش، با تمام انتخابات های هیئت مدیره داره و اون این هست که وکلا این بار گرفتار نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات میشن. دادگاه انتظامی قضاتی که امروز یار دیرین ابراهیم رئیسی و یکی دیگر از اعضای هیئت مرگ به اسم حسین علی نیری ریاست اون رو به عهده داره و همین آقای نیری هست که باید صلاحیت وکیلی که میخواد عضو هیئت مدیره کانون وکلا بشه رو تایید کنه. اگر پرسشی هست بفرمایید، اگر نه ادامه. سپاسگزارم. بله، پرسش که بسیار زیاده. فکر میکنم امروز از زمان برنامه مقدار اضافه بریم، ولی به هر جهت سعی میکنیم در اون استاندارد بمونیم.
پرسش دیگر من یه مقداری زمینه تاریخی هم داره. خب همه ما به نحوی کنش ها و فعالیت های فرزن ارتش یا معلم ها یا کارگران شرکت نفت رو در شورش 57 میدونیم. میخوام بدونم که کانون وکلا و سیستم قضایی، اون سیستم قضایی مستقل در اون روزها چطور عمل میکرد و نتایجش چه بود و چطور شد؟ از شما میشنویم. بله، در مورد عملکردشون که سخن گفتیم و گفتم که چه افرادی عملا مصدقی ها غالب شدن و چه کردن، اما به هر حال اون نسل نسلی بودن که دغدغه مردم داشتن، برخلاف اون چه که بعد از این اتفاق بود. در واقع یکی از سوغات ها و ارمغان های شورش 57 این هست که این قضات معروف میشن به وکلای بنده‌دار. یعنی چی؟ در قانونی که عرض کردم سال 1376 تصویب شد، یک بندی در یکی از مواد میاد، بند دال، که میگه هر کسی سمت حقوقی 10 ساله داشت یا برای 5 سال قاضی بوده، بعد از اینکه به هر دلیلی سمت قضایی رو رها میکنه، میتونه تقاضای صدور پروانه وکالت بکنه و وکیل دادگستری بشه. ببینید این خیلی خطرناکه. چرا؟ همیهنان من امروز میرن به وکلا مراجعه میکنن و میبینن که با افتخار وکیلی در کارت ویزیت خودش نوشته قاضی سابق دادگستری. در اولین صحبتی که اینها میکنن این بحث به میون میاد که من قاضی بودم و ارتباط دارم، لابی دارم و میتونم پرونده شما رو به سرانجام برسونم و مبالغ کلانی رو میدونم. جالبتر اینجاست، زمانی که در سال 1379 سه سال بعد از تصویب این قانون، یک عده از قضات پاکسازی شده و اخراجی به کانون وکلا مراجعه می کنند و وفق همین بند دال تقاضای صدور پروانه وکالت. خب کانون وکلا میاد یک نامه ای رو میزنه به قوه قضاییه و میگه آقای قوه قضاییه، اگر شما فردی رو فاقد صلاحیت قضایی شناسایی میکنی، نمیتونی همزمان به من بگی این شخص صلاحیت قضایی داره و بهش پروانه وکالت بدی. ما نمیتونیم این دوتا رو با هم جمع بکنیم، بنابراین به اینها پروانه وکالت نمیدهیم. جنگی را میخواد. حسین میر محمد صادقی که ایشون هم از نزدیکان خاتمی هست و در تشخیص مصلحت نظام حضور داره، در همون زمان میاد و اقدام میکنه برای گرفتن پروانه وکالت. زمانی که کانون وکلا به ایشون اعلام میکنه که آقا شما استاد دانشگاه هستی محترم، اما طبق قانون شما باید امتحان ورودی کانون وکلا رو بدید، سپس هر کارآموز وکالتی 18 ماه کارآموزی میکنه، شما به سبب اینکه مدرک دکتری دارید 6 ماه کارآموزی میکنید و سپس اختبار میدید، اگر پذیرفته شدید میشید وکیل پایه 1 دادگستری. پوزش این آقا بهش بر میخوره از این جهت که من میر محمد صادقی دکترای حقوق جزای اختصاصی بیام امتحان بدم، شما باید به من پروانه وکالت. به دادگاه کشیده میشه و نهایتا این شخص با اعمال نفوذش بر محمد خاتمی در برنامه سوم توسعه ماده 187 رو میگنجونه که این ماده قوه قضاییه رو مجاز میکنه مرکز مشاوران حقوقی، توجه بکنید
مرکز مشاوران حقوقی رو تشکیل بده و از این زمان قوه قضاییه هر قاضی، هر فردی که به هر نوعی وابسته به اینها بوده رو بهش پروانه وکالت. از اون طرف غلام حسین اژه‌ای که یک زمانی عرشبت که سخنگوی قوه قضاییه بود، الان هم زمزمه هایی هست که قرار ریاست قوه قضاییه رو به عهده بگیره، میاد و در برنامه هفتگی خودش هر هفته خبر از وجود وکلای فاسد میده، در صورتی که این وکلای فاسد همون ماده 187 ها هستند. من به شما میگم پرونده هایی که در دادگاه انتظامی وکلا مطرح بود، نه از سوی وکلای کیف به دست. وکلای کیف به دست وکلایی هستند که از روز نخست وکیل دیدن، که از سوی همین وکلای بند دال و 187 داره متوجه ما میشه. به هر تقدیر یک آیین نامه‌ای رو اون زمان، زمانی که احمدی نژاد سر کار میاد، اینها تنظیم میکنن که این دو مرکز رو در هم ادغام میکنن و زیر نظر قوه قضاییه قرار بدن. احمدی نژاد از ارسال این لایحه و طرح به مجلس خودداری میکنه تا اینکه حسن روحانی با شعار من وکیل هستم و نه سرهنگ، سکاندار قوه مجریه جمهوری اسلامی میشه و در اولین روزهای زمامداری خودش این طرح رو به مجلس. وکلا اعتراض میکنند و وارد مذاکره میشن و نهایتا این طرح از دستور جلسه مجلس خارج میشه برای همیشه و عقیم میشه. اما هنوز شیرینی این پیروزی به کام ما نشسته بود که شخصی به نام قربانزاده که معاون محمد باقر قالیباف و در اون زمان مدیر مسئول روزنامه همشهری بود، ظهور میکنه و کمپینی رو به نام کمپین حذف ظرفیت وکالت به راه. اینها میگن که در واقع هر کسی که مدرک حقوقی میگیره یا فقهی میگیره یا فقه و مبانی اسلام میخونه یا نمیدونم درس خارج فقه در حوزه میخونه، میاد باید پروانه وکالت بگیره. و اصلا یعنی چی که کانون وکلا انحصار ایجاد کرده؟ حالا این انحصار هم خودش جای صحبت داره. چرا که تعداد وکلایی که قرار پذیرفته بشن از طریق آزمون توسط 3 نفر تعیین میشه: رئیس کانون وکلا، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کل دادگستری استان. بنابراین رئیس کانون وکلا تنها 1 رأی داره و به راحتی قوه قضاییه هست که داره تعیین ظرفیت میکنه. وقتی این ظرفیت برداشته بشه، حق هممیهنان ما که میخواهند به دادگاه بروند و از یک دفاع جانانه برخوردار بشن پایمال میشه. یکی دیگه از گامهای منتفی کردن حضور وکیل در قوه قضاییه در واقع اون لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه هست که متاسفم بگم که رئیس کانون وکلا امروز یکی از همون 20 تن معتمد ریاست قوه قضاییه هست. جلیل مالکی اسمش در اون فهرست 20 نفره بود و تمامی افرادی که امروز، حالا نگیم تمامشون، اکثریت 18 نفری که در هیئت مدیره کانون وکلا نشستند وکلای بنددالی هستند، وکلایی که سابقه قضاوت داشتند، وکلایی که معتمد قوه قضاییه بودند. یکی از این افراد که حالا دیگه انقدر مسئله فسادش بالا گرفت که
فعلا بیرونش کردند از هیئت مدیره صمد زاهد پاشا هست که مستقیما از سوی وزارت اطلاعات در کانون وکلا پروانه وکالت گرفته بود و مستقیما در اونجا عمل اطلاعاتی انجام میداد و ایشون چندین دوره مدیر داخلی کانون وکلا بود. در کانون وکلا این هم بد نیست من بگم، ما یک تشکلی داشتیم به اسم تشکل محق که مرحوم کشاورز بنیانگذار اون بود و این تشکل جایی بود برای وکلایی که مثل ما، مثل من، مثل بسیاری از دوستان من، اینها وکلای کیف به دست بودیم. ما وکلایی که از روز اول درآمدمون و ارتزاقمون و حرفمون و تخصصمون وکالت بود و نه هیچ شغل دیگه. دو جریان دیگه، دو تشکل دیگه آمدند و شکل گرفتن، یکی تشکل علمی بود و یکی تشکل جاودان. تشکل علمی در واقع اساتید دانشگاه آزاد بودند که باز دو مرتبه دانشگاه آزاد مالکیه، مال هاشمی رفسنجانیه و اینها طیف اصلاح طلب هستند و اینها رهبرشون یا دبیر کل تشکلشون عیسی امینی هست که از افراد بسیار بدنامی در صنف وکلا هست. و جاودان هم جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران هست که تا آخرین باری که من یادم هست سعید باقری وکیل خانواده لاریجانی ها و داماد لاریجانی ها علی مطهری هست و معاون اون محمد رضا کامیار از نزدیکان خاتمی و طیف اصلاح طلب هست. حالا ببینید این تشکل علمی و تشکل جاودان دست به دست همدیگه دادن و هیئت مدیره رو قبضه کردن. به یک تعبیر نمادین اگر بخوام صحبت بکنم، اینها موریانه هایی بودند که به جان کانون وکلای دادگستری، این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور ما و به تعبیری آخرین نهاد باقی مانده مدنی کشور ما پس از شورش 57 افتادن. و درست زمانی که خدایا احمد مرتضوی مقدم اومد در خصوص وکیل بانوان ایرانی گفت که اینها از راه اشوه و غیر اخلاقی سعی در پیش برده پرونده هاشون میکنن، دقیقا چند روز بعد این افراد بدون کوچکترین اعتراضی به این سخنان سخیف، از این فرد سخیفتر از سخنانش به دیدارش رفتن و هیئت مدیره دوره سیوم که همونطور که گفتم اینها علمی و جاودانی بودن در واقع وارد این، بهشون اجازه دادن و مهر تایید بر این حرفشون دادن. دادگاه انتظامی قضات هم در عمل اجازه ورود وکلای حرفه‌ای یا همون محقی ها رو به کارزار انتخابات صنفی نمیده. از بین 150 وکیلی که اعلام کاندیداتوری کردن، حسین علی نیری تنها 35 نفر رو ببخشید 35 نفر رو تایید صلاحیت میکنه که تمامی این 35 نفر وکلای کیف به دست بودند. یکی از افراد رد صلاحیت شده شاپور منوچهری بود که در قضیه پروین نسرین ستوده براتون گفتم و دختر ایشون رد صلاحیت میشه به گناهی که میگن پدرش کرد. عرض شود که نمیدونم واقعا انقدر دردآور هست این مصیبت نامه ما که آدم نمیدونه کجا رو بگه. در چند روز اخیر آقای اسمش چی بود حالا؟ اسم ایشون رو یادم رفت. ایشون ریاست اتحادیه سراسری وکلای کانونهای وکلا رو بر عهده داره و
ایشون اومد گفتش که بیان یک آیین‌نامه جدید بنویسیم و آیین‌نامه اینها به قوه قضاییه ارسال کردند و قوه قضاییه هم بدون هیچ تغییری اون رو تصویب کرد و ابلاغ کرد در چند روز گذشته، که آدم واقعا غبطه میخوره که این چه آیین‌نامه‌ای هست. شما تصور بکنید در این آیین‌نامه ذکر شده که هر وکیل در زمانی که میخواد پروانه خودش رو تمدید بکنه باید تاییدیه وزارت اطلاعات و حراست قوه قضاییه رو ارائه بده، و این دو مقام در واقع اینها باید بررسی بکنن که شخص وکیل، حالا این بند خیلی جالبه، حالا مثلا بگن ضد انقلاب فلان یه جوری قابل هضمه، وکیل وابستگی به خانواده منحوس پهلوی نداشته باشه. بابا پهلوی 42 سال پیش شما انقلاب کردید تموم شد، چه وابستگی؟ امروز جناب کنگرلو من دارم با شما صحبت میکنم، دست کم میدونم 20 تن از وکلا در دادگاه انتظامی کانون وکلا که صالحی معاون دادستان کانون وکلا امروز ایشون از قضات فاسد دادگاه انقلاب و زنباره بوده هستش، ایشون البته همچنان هم زنباره هست، چرا که ایشون در سمتی که در به عنوان معاون کانون کارشناسان داشت به علت همین زنبارگی اخراج میشه و بعد میاد و بعد پروانه وکالت میگیره و امروز شده دادستان کانون وکلای دادگستری. از اون طرف رشیدی که دبیر کمیسیون نظارت کانون وکلا هست، این هم پایه قضایی داشته، این هم سمت قضایی داشته. اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه تشکیل شده، یه دونم کمیسیون نظارت بر وکلا ما داریم در کانون وکلا. جالب اینجاست این کمیسیون نظارتی که ما در کانون وکلا داریم همه وکلای بند دالی هستن، یعنی همه قضات پیشین هستند که امروز اومدن بر کار وکلا نظارت بکنن. کمیسیونی که با یک ایمیل، جناب کنگرلو هم میهنانم امروز، جناب کنگرلو شما یک ایمیل بزنید بگید من از کیارش هوشمند شکایت دارم، این کمیسیون برای من تشکیل پرونده میده بدون اینکه هیچ سند و مدرکی از شما بخواد. و به موازاتش دادسرای کانون وکلا که امروز در دست وکلای بند دالی است وارد رسیدگی میشه. جالبتر از همه، دردآورتر از همه، طرحی به نام طرح اصلاح برخی از مقررات وکالت مطرح شده که در این طرح اومده میگه که بذارید من از رو براتون بخونم، میگه ماده 8 ببخشید ماده 13 به این شرح اصلاح میشه و اون اینه که دادسرای انتظامی هر استان از طریق دادیاری دادستانی اداره میشه که این دادستان از سوی دادستان کل کشور، یعنی یکی از افراد وابسته به رئیس قوه قضاییه انتخاب میشه. دادیاران هم از بین افراد واجد به پیشنهاد دادستان انتظامی و تایید دادستان مرکز استان برای مدت 2 سال نصب میشن. الان اینها توسط هیئت مدیره دارن انتخاب میشن. ببینید برگردیم به اون بحث تاریخی که اول موضوع داشتم، چه اتفاقاتی افتاد و چه هزینه هایی مرحوم داور و مرحوم ست هاشم وکیل و دیگران دادند تا این تا کانون وکلا به اینجا برسه. امروز ما داریم برمیگردیم به 1289. ماده 14 به این ترتیب اصلاح میشه: قضات دارای پایه 9 قضایی با انتخاب و بالاتر با انتخاب رئیس قوه قضاییه برای مدت 4 سال
و دو نفر از وکلای واجد شرایط به انتخاب رئیس کل دادگستری استان برای 2 سال برای دادگاه انتظامی وکلا انتخاب میشن. تمام استقلال داره از بین میره. چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که من وکیل زمانی که در دادگاه حاضر میشم به ترس از دست دادن پروانه وکالتم نمیتونم اون دفاعی رو که شایسته و بایسته هست از موکلم انجام بدم. به تعبیر درست‌تر این اتفاق میفته. ببینید مصطفی دانشجو وکیل ماده 187 و وکیل دراویش گنابادی بود. به راحتی زمانی که ایشون اومد برای اون حسینیه‌ای که خراب کردن اقدام بکنه، به راحتی پروانه وکالتش رو ابطال کردن و به راحتی ایشون رو به زندان انداختن. اما نسرین ستوده و بسیاری مانند نسرین ستوده مثل شیرین عبادی، مثل بسیاری دیگر، اجازه بدید نام نبرم چون در ایران هستند، هر آنچه که اینها زور زدند نتوانستند پروانه های وکالت رو باطل بکنند. الان دقیقا اینها دنبال همین هستند، وکلایی که نیستند در برابر قوه قضاییه. برای عدالت، دادگستری نوین مگر چه هست؟ وکیل مستقل که برای عدالت در برابر قاضی مستقل بایسته، نه قاضی وابسته به حکومت، نه قاضی که در سوگندش بگه من پاسدار جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستم، نه پاسدار قانون و حق و عدالت. این اتفاق میفته. برای همینه که مردم به دستگاه فاسد قضایی ما بدبین شدند. برای همینه که ما برگشتیم به دوران انتقام شخصی، برگشتیم به زمانی که هر فردی به جای مراجعه به وکیل دادگستری، به جای مراجعه به قوه قضاییه، به خودش این اجازه رو میده. متاسفانه در اخبار داریم میشنویم به خودش این اجازه رو میده که شخصا وارد بحث بشه و انتقام بگیره، یا به شیوه خودش این موضوع رو به سر انجام برسونه. من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم جناب هوشمند عزیز از توضیحات جامع شما. جناب هوشمند، بعد از شورش 57 چه بر سر کانون وکلا آمد؟ این یک. بعد ضمن این که تا به حال چند باری از کانون وکلا صحبت کردیم، لطفاً از اون دسته از اینانی که ممکن هست آشنایی کافی با این ساختار نداشته باشن مقداری از اون چیستی و چگونگی عمل کرده اون رو برای بینندگان رادیو تلویزیون آیدیا لطف کنین توضیح بدین، و در نهایت مایلم نهادهای موازی و همچنین نهادهای قضایی فعلی در ایران رو برامون شهر بدید. از شما میشنویم. استدعا دارم. در مورد نهاد موازی و اتفاقاتی که بر سر کانون وکلا بعد از این قادسیه دوم شورش 57 اتفاق افتاده به تفصیل فکر کنم صحبت کردم، اجازه بدید بیام راجع به این که کانون وکلا چیست و چیستی کانون وکلا بگم. کانون وکلا یک نهادی است صنفی و خودگردان از نظر مالی. در واقع وکلا خودشون رو اداره می کنند در این کانون. این کانون با بررسی صلاحیت علمی متقاضیان دریافت پروانه وکالت و سپس گذراندن دوران کارآموزی و مجدد ارزیابی علمی در امتحانی به نام اختبار
مبادرت میکنه به صدور پروانه وکالت و تمدید پروانه وکالت. در تمام کشورها کانونهای وکلا وجود دارن، مثلا در انگلستان فور اینز وجود داره، در آمریکا خب هر ایالتی بار اسوسییشن خودش رو داره، در همین سوئد ادوکات آنفوندنت وجود داره و در تمام دنیا به این صورت هست. افرادی که متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند با پیش شرط هایی که کانون وکلا برای اونها مشخص میکنه میروند امتحان میدهند و سپس کانون وکلا با توجه به ظرفیت مبادرت به صدور پروانه کارآموزی و متعاقب اون پروانه وکالت یا پروانه پای یک میکنه. در کشور ما متاسفانه دو نهاد این کار را انجام میدن، یکی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه هست که حالا اسمش رو کردن مرکز وکلای قوه قضاییه، ولی خب در اصل از نظر قانونی اینها مرکز مشاوران امور حقوقی هست. بارها زمانی که بحث ادغام مطرح می شد، حداقل من بارها نوشتم و بارها فریاد زدم که آقا ایرادی نداره، ولی شما نمیتونید یک نهاد وابسته حکومتی که بودجه از دولت دریافت میکنه رو بیارید و ادغام بکنید در نهادی که از پول من وکیل و امثال من وکیل تشکیل شده. هر ذره‌ای از ساختمان کانون وکلا، از ساختمان صندوق حمایت از وکلا، از دارایی به طور کلی دارایی کانون وکلا مال من و مال همکاران من هست و دولت نمیتونه این رو مصادره بکنه و یا شخصی رو به عنوان مالک مشترک به من معرفی بکنه. اما حتی پیشنهادی که من دادم و بسیاری از همکاران هم لطف کردن در اون زمان این پیشنهاد رو بسیار وارد دونستن و سعی کردیم که این رو یک جوری به کرسی بنشونیم و نشد، این بود که بیایم به تبعیت از حقوق نظام حقوقی انگلستان ما یک مرکز مشاوران حقوقی مستقل داشته باشیم که اینها عملا در مسئله ارائه مشاوره، اینها مثل وکیل خانواده‌ای که در کشورهای پیشرفته بسیار متداول هست، هر شخصی یک وکیلی داره، اینها بیان و به عنوان وکیل پای دو مشاوره حقوقی بدن و همچنین در دادگاه های پایین مثل در اون شوراها بیان و اقدام به وکالت. خاصیت این موضوع این بود که وقتی یک حقوقدانی بیاد و این کار رو بکنه، یا حداقل شخصی که به هر حال مدت این کار رو کرده و الان تجربیاتی رو کسب کرده، زمانی که پرونده میخواد به دادگاه‌های عالی‌تر مثل دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی در بعضی امور، دیوان عالی کشور بره، ما یک پرونده شسته رفته و یک کار حقوقی درست داریم. اما اینها نپذیرفتند و قبول نکردند و همچنان بر طبل ادغام میکوبند و این ادغام در واقع میتونم بگم به نفع حاکمیت هست، چرا که متعاقب این ادغام هیئت مدیره کانون وکلا هم از سمت خودشون برکنار میشن و ما زیر نظر قوه قضاییه باز قرار خواهیم گرفت و این بار دادستان استان، حالا دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه هست که در مورد تمدید پروانه ما نظر میده و با این شرط عجیب غریب عدم وابستگی به خاندان پهلوی و نمیدونم عدم عضویت در گروه های معاند و برانداز ولو در فضای مجازی
میتونم به شما بگم که عملا تمام وکلای حرفه‌ای برکنار میشن و این وکلای کیف به دست مثل جلیل مالکی و صمد زاهد پاشایی که وکلای بند دالی بودند و امروز با افتخار میگن ما قاضی بازنشسته هستیم و روابط داریم و پرونده شما را از طریق روابط خودمون اداره میکنیم، اینها در مسند قدرت باقی خواهند ماند. جناب کنگرلو، بذارید یک چیزی بگم. امروز مسئله اعتصاب کارگران، اعتصابات سراسری بسیار طنین انداز شد و خب میدونیم که رژیم از دستگیری این کارگران هیچ مضایقه‌ای نخواهد کرد. وجود وکیل مستقل در این اعتصابات اینجا به درد مردم میخوره که وقتی کارگر معترضی دستگیر میشه، شخصی مثل فرزانه زیلابی وکالت اسماعیل عبدی رو ایشون به عهده داشت و امروز تحت فشار دادگستری، بهتر بگم بیدادگستری شهر خودش قرار داره، در واقع با این ادغام کردن و با از بین بردن این استقلال، فرزانه زیلابی، کیارش هوشمند، هدا امید و بسیاری دیگر از وکلای دغدغه مند، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، کم نیستن وکلای زندانی یا وکلایی که در حال در پرونده تعقیب کیفری براشون الان هست و در دادگاه ها مطرح هست، هادی عرفانیان و بسیاری دیگر که حافظم متاسفانه یاری نمی کنه. ماها همه از دور به در خواهیم شد و افرادی مثل وکیل محمد بیژه، معروف به خفاش شب، برای شما به دادگاه ها خواهند آمد. این افراد عملا اینطور از شما دفاع خواهند کرد. این عین دفاعیه وکیل خفاش شب هست: بنده هیچ دفاعی ندارم و از دادگاه برای موکلم تقاضای اشد مجازات دارم. آقای وکیل که میگی من پیش کسوتم، شما مگر دادستانی که تقاضای اشد مجازات میکنی برای موکل؟ و اما کارگران معتصب، اعتصاب کننده، عزیزانم شما آزادید برای اعتصاب و احدی نمیتونه به شما بگه که باید از ما اجازه بگیرید. احدی نمیتونه به شما بگه اعتصاب غیر قانونی کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به شما اجازه داده هر زمانی که میخواهید، هر زمانی که میخواهید بدون کسب هر گونه مجوز و اجازه از هر مقام، به شرطی که صلح‌آمیز باشد و بدون حمل اسلحه، و حالا یه شرط دیگه هم داره که میگن مخل به مبانی اسلام نباشد، حق دارید اعتصاب کنید و اعتراض کنید. اون زمانی شما باید مجوز بگیرید که این مجوز درخواستش از توی یک حزب داده بشه. بنابراین هممیهنانم، کارگران عزیز، به اعتصابات خودتون ادامه بدید. در کامنت ها جناب کنگرلو چند تا از هممیهنان نوشته بودند که ما بخوایم ادامه بدیم، خب باید این کارگران تأمین مالی بشن، چه باید کرد؟ و میدونم که شما بیکار ننشستید جناب کنگرلو. جانم، بله، ما اقداماتی داریم انجام میدیم و
در حال تشکیل اون انتیتی یا اون کمیته هستیم که در حال بررسی، که واقعا یکی از مسائل مهم همین هست که شما فرمودید، پشتیبانی مالی باید. من فکر میکنم مردمی که آمدن با قدرت تمام نه محکمی به جمهوری اسلامی میگفتن، حتما پشتیبان کارگرانی هستن که این بار اونها هستن که قدم به خط اول جبهه مبارزه میذارن و با پرداختن بهای بسیار زیادی که از بیکاری و قطع شدن دستمزدها و هزاران مسئله امنیت دیگه به جان میخرن و دست به دست هم دادن تا بتونن که راه حل نهایی رو بعد از 43 سال به انجام برسونن. و به موقعی که به زودی خواهد بود ما اعلام این راه رو خواهیم کرد و به زودی زود این رو اعلام میکنیم. و هم میهنانم از کارگران اعتصاب کننده، هم میهنان اگر کسی رو میشناسید که دستگیر شده، ما دیروز با جناب کنگلو در این مورد صحبت کردیم، با ما تماس بگیرید. هر گونه خدمت حقوقی و قضایی به صورت رایگان، به صورت رایگان از سوی دوستان و همکاران من در داخل کشور به شما ارائه خواهد شد. تنها با ما تماس بگیرید و مشخصات فردی که دستگیر شده و میخواد وکالت بده رو در اختیار ما بگذارید. جناب کنگلو، من سپاسگزارم. جناب هوشمند عزیز، میتونید در زمانی که این برنامه داره پخش میشه تمام اطلاعات این برنامه، ایمیل و دیگر اطلاعات داره پخش میشه، میتونید یادداشت کنید. هر طوری که میدونید امتر هست تماس بگیرید، ما بتونیم کمکی که میتونیم در اختیار شما بذاریم تا بتونید شما از این تونل سخت تاریخی عبور کنید و همه با هم واقعا عبور کنیم. حدود کمتر از 10 دقیقه وقت داریم به پایان برنامه مونده و در همین برنامه اعلام بکنم که برنامه هایی رو ما اضافه کردیم در رأس برنامه که ساعت 9 صبح لس آنجلس آغاز میشه و اون رو هر روز سعی کردیم جا بدیم در برنامه هامون که شما در ایران بتونید در بعد از ظهرتون غروب بتونید برنامه رو ببینید و در رأس برنامه ها و اخبار و مخصوصا اعتصاب ها قرار بگیرید. امروز ما اسامی زیادی رو، بیانیه ها رو ما میخونیم، تمام کارگران، شرکت ها، کارخانه ها و هر کسی که به این کارگران میپیونده، چه در داخل چه در جهان، ما اون رو اعلام میکنیم که بدونید که تنها نیستید، ما پشت شما هستیم و تا با تمام توانمون پشت شما هستیم و در بروز کردن اطلاعات، هر چی که اونها سعی کنن اینها رو خاموش کنن و حتی با بهانه احمقانه 8 استانی که این اعتصابات درش فرم گرفته و به نهایت و با قدرت داره جلو میره، اونها فوری اعلام میکنن که شرایط قرمز کرونا. اینا همه دروغ محض از طرف رژیم. بدونید که هر جایی که اعتصاب بلند شه اینا با مهر و یا با اسلحه کرونا که از دوستان شفیق چینیشون درست شده به سراغ شما میان و این مهر رو به اون استان، به اون شهر یا به اون منطقه خواهند زد. ولی با هم باشید تا بتوانیم دست این خائنان را هر لحظه، هر ثانیه رو کنیم، نه هر روز. سپاسگزارم. اگر حرف پایانی دارید جناب هوشمند، سوال داریم ولی من فکر می‌کنم اگه این سوال رو شروع کنیم از حد برنامه بیرون میره و تنها یک خلاصه لطف کنید داشته باشیم و بعد به سراغ پایان برنامه بریم. از شما می‌شنویم. بله قربان، عرض شود که بذارید من اینجا خیلی سپاسگزاری بکنم از شما و جناب پروفسور کنگرلو و این اقداماتی که واقعا برای نخستین بار در این اپوزیسیون چی بگم آخه، اپوزیسیون جمهوری اسلامی داره میفته و برای نخستین بار حقیقتا دارم میگم، من بعد از 22 سال دارم میبینم اقدامات مؤثر داره شکل میگیره و
خیلی خوشحال هستم که میتونم جزء کوچکی از این اقدامات مؤثر باشم، عضو کوچکی از خانواده آیدیا تیوی باشم. این افتخار رو دارم که در خدمت شما هستم. در مورد وکلا صحبت کردیم. باور کنید نسرین ستوده تنها وکیل زندانی زن نیست. وکلای زندانی بسیاری مثل فرزانه زیلابی، مثل خدا امید، مثل اسم چی ببرم دیگه زیادن، گیتی پورفاضل، بسیار هستند و متاسفانه چون اینها لابی ندارند که در فرانسه نشسته باشه و امنستی اینترنشنال عفو بین الملل رو در دست گرفته باشه، امکان بولد کردن اینها نیست. و اما امروز یکی از نمایندگان پارلمان سوئد هم اشاره‌ای به اعتصابات سراسری شما کرده. مژده میدم به هممیهنانم، امروز دولت چپ سوئد، دولت سوسیال دموکرات سوئد که با عرض شود که حزب چپ و حزب سنتر و حزب لیبرال ائتلاف کرده بود، سقوط کرد و دولت‌های دست راستی سر کار اومدن. میدونید که احزاب چپ و سوسیال دموکرات اینجا دوستی و رابطه تنگاتنگی با رژیم قاصب خاک میهن ما جمهوری اسلامی دارن و این برای من حداقل مایه خوشحالی هست که الان دولت دست راستی که داره میاد روی کار با جمهوری اسلامی میانه خوبی نداره. نماینده های اون به اعتصابات، به وضعیت مردم ایران، به عدم وجود دموکراسی در ایران بارها اشاره کردن در ریکسداگن، در پارلمان در یا در مجلس سوئد. حتی نماینده سوئد در پارلمان اتحادیه اروپا چارلی ویمش بارها صحبت کرده، یک سخنرانی داره ایشون که خیلی محکم در پارلمان اتحادیه اروپا میگه که تعارف رو کنار بگذارید، منافع مالی رو فراموش کنید، مردم ایران دارن زیر بار ظلم و ستم و فساد دینی له میشن، وقتی میخواید به ایران برید روسری سرتون نکنید، شما مقام‌های عالی رتبه کشورهای اروپایی هستید. و هممیهنانم، کلام آخرم، برخورداری از دفاع عادلانه و قانونی حقی است که در سند جهانی اعلامیه حقوق بشر برای شما به رسمیت شناخته شده، در میثاق حقوق سیاسی و مدنی به رسمیت شناخته شده. جمهوری اسلامی در صدد هست که مانند تمام مظاهر و مصادیق اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق رو هم از شما بگیره. ما با هم پیروز خواهیم بود و مثل همیشه جناب کنگلو، پاینده ایران، زنده باد آزادی. سپاسگزارم از جناب کیارش هوشمند عزیز با توضیحات قانونی و جامعشون. و در انتها باید اعلام کنیم که درود و پاینده باد از اعتصابات کارگری سراسری مردم ایران و ما از اونا همیشه پشتیبانی میکنیم و تمام اخبار شما را حاضریم لحظه به لحظه و روز به روز اونها را بیان کنیم. با ما تماس بگیرید، از هر حرکتی که ایجاد بشه، از هر مسئله‌ای به ما توضیح بدید، به ما خبر بدید، از هر طریقی که بتونید خبر بدید. و من دوست دارم که حتی تلفن خودم را هم اینجا اعلام بکنم و اگر نتونستید از طریق دیگه بگیرید، از طریق این تلویزیون و شماره تماس بگیرید که ما بتونیم اخبار رو بروزتر داشته باشیم. در اینجا از تمام شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون های آیدیا خداحافظی میکنیم و تا درود دیگر، بدرود.